به نام خالق هنر. سلام، به ویژه برنامه سریال قورباغه خوش اومدی. به اونی که اون بهش پیغام میده که بیاد به تو پیغام بده بگو گشتم پیداش نکردم. اجازه بدید یک مقدار بیشتر به این جمله دقت کنیم. به اونی که اون بهش پیغام میده که بیاد به تو پیغام بده بگو گشتم پیداش نکردم. یه دیالوگ پیچیده و کاملا مافیایی که قرار دادن اون در اول تریلر به ما نشون میده با یک اثر گنگستری و معمایی روبرو هستیم. پروژه عظیم که از رسمی شدن اخبار پیش تولید تا تاریخ انتشارش حدوداً 2 سال میگذره. اولین تجربه هومن سیدی در ساخت سریال برای شبکه نمایش خانگی. سریالی که در کشور تایلند و شهرهای شمالی ایران فیلم برداری شده. شخصیت‌های این سریال طی چند ماه گذشته در قالب پوسترهای جذاب و همینطور نام کارکترها در فضای مجازی به ما معرفی شدند. کارکتری به نام نوری با بازی نوید محمدزاده، شخصی که 2 بار سیمرغ بلورین رو از آن خودش کرده، بازیگری که از ایفای نقش متفاوتش در فیلم زیبای سرخپوست 2 سال میگذره و دل همه علاقمندان سینما برای درخشش این بازیگر دوست داشتنی و قدرتمند تنگ شده. کارکتر بعدی اسمش رامینه، با بازی صابر ابر، کمپانی احساس، بازیگری که آنچنان در نقشش فرو میره که همزاد پنداری و به همه سلیقه ها دیکته میکنه و در این راه جوایز متعددی کسب کرده. شمس آبادی با بازی هومن سیدی، برنده 4 سیمرغ بلورین در رشته‌های مختلف، هنرمندی که علاوه بر ایفای نقش‌های متفاوت با خلق قاب‌های طلایی و منحصر به فرد تونسته سواد بصری خودش رو به مخاطبان سینمای ایران به اثبات برسونه. شخصیت بعدی اسمش فرانکه، با هنرنمایی سحر دولتشاهی، هنرپیشه‌ای موفق در سینما و تئاتر که کار خودش رو از چهارشنبه سوری اصغر فرهادی شروع کرد و روز به روز در مسیر بازیگری درخششش بیشتر شد و تونست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن رو برای فیلم‌های 4 راه استانبول و عرق سرد کسب کنه. لیلا با بازیگری فرشته حسینی، هنرمندی افغان که علی‌رغم داشتن سن کم و محدودیت‌های موجود تونسته جایگاه خودش رو در بین بازیگران موفق سینما و تئاتر پیدا کنه و تندیس بازیگری جشنواره فیلم مراکش رو در کارنامه داره. و در آخر مهران غفوریان، کمدینی معروف و محبوب که گفته میشه متفاوت ترین نقش زندگیش رو در همین سریال قورباغه بازی کرده، سریالی که میلیون ها ایرانی برای دیدن اون لحظه شماری میکنن. دوشنبه 24 آذر قراره که این سریال جذاب از شبکه نماوا به صورت اختصاصی پخش بشه. مطمئناً برای ساخت این پروژه عظیم زحمات فراوانی کشیده شده. از همه شما عزیزان خواهش میکنم برای احترام به خودتون و عوامل این سریال که مطمئناً مثل بقیه آثار آقای سیدی ارزش هنری بالایی داره، این مجموعه رو به صورت اختصاصی از شبکه نماوا و قانونی تماشا کنید. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت برده باشید. از همه شما عزیزان دعوت میکنم موضوع این سریال رو حدس بزنید و در کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.